بازی بزرگ یا آغاز قرن 19 میلادی. بازی بزرگ نامی است که بر رقابت‌های سیاسی و نظامی دو امپراتور بزرگ بریتانیا و روسیه تزاری در آسیای مرکزی داده شده است. این رقابت‌ها تقریباً در تمام سده 19 میلادی تداوم داشت. این بازی پس از نوشتن رمان گیم به واسطه شاعر و نویسنده انگلیسی به نام رودیارد کیپلینگ سر زبان ها افتاد. این رقابت ها از اوایل سده 19 میلادی، یعنی تقریبا پس از معاهده گلستان ما بین روسیه و ایران آغاز شد و تا سقوط امیر بخارا و پس از آن تا انقلاب اکتبر در روسیه ادامه داشت. این عنوان به طور غیر رسمی پس از جنگ دوم جهانی و وضعیت پسا استعماری ابرقدرت‌های منطقه‌ای در آسیای مرکزی مخصوصاً افغانستان و ایران محسوب می‌شد. در این بازی بازیگران زیادی نقش داشتند، از جمله الکساندر برنز، هنری پاتینگر، امیر دوست محمد خان، آرتور کانلی میتوان نام برد. وقایع مهمی که در این بازی رخ داد، از جمله جنگ های اول و دوم ایران و روس، عهدنامه ترکمنچای، عهدنامه گلستان و همچنان جنگ های سگانه افغان و انگلیس می باشد. در بازی بزرگ مکان های سرنوشت ساز همچون قفقاز، قندهار، کابل، بالاحصار غزنی، تهران، سمرقند، بخارا، مرو، قوقند، تاشکند، کلکته و خیوه برای مبارزه کار گرفته می شد. در دهه های اول قرن 19 بریتانیا و روسیه هر دو به تلاش های خود پافشاری داشتند تا بالای مناطق آسیای میانه مخصوصا افغانستان مسلط شوند. همان طور که در سال 1837 میلادی بریتانیا نماینده خود الکساندر برنز را به افغانستان فرستاده بود، روسیه نیز نماینده اعلی خود ویتکویچ را به منظور بحث‌های تجاری در افغانستان فرستاده بود. این ظاهراً یک معامله تجاری بود، ولی در واقعیت برنامه‌های سیاسی را در پی داشت. بریتانیا از امیر افغانستان امیر دوست محمد خان درخواست نمودند که دوست محمد خان تمام ارتباطاتش را با ایرانی ها و روزها قطع نموده، روزها را از کابل حذف نمایند. با نشاندن شاه شجاع از سوی انگلیس ها بر تخت سلطنت افغانستان، یک توافقنامه بین انگلیس ها، شاه شجاع و رنجیت سنگ به امضا رسید. انگلیس ها به این پی برده بودند که اکنون توجه فرانسوی ها به سوی دیگر مناطق معطوف شده است، اما روسیه تا هنوز هم یک دردسر بزرگ بود و پیشرفت روسیه در آسیای میانه در حال روزافزون قرار داشت. انگلیس ها برای آن که به یک قدرت نظامی بحری مبدل شوند و با رقبای خود به رقابت بپردازند، برنامه های سر از نو ترتیب دادند. در بازی بزرگ افغان ها به عنوان هیزم برای سوخت استفاده می شدند و این نکته برای دو کشور ابرقدرت قابل نگرانی نبود. هر قدر بازی اوج می گرفت به همان اندازه افغان ها متاثر می شدند. در این بازی افغانستان در اولویت قرار داشت تا از این راه انگلیس ها بتوانند خود را به هند برسانند. گریت گیم یا بازی بزرگ نیز مانند جنگ سرد قرن 20 میلادی بود. کشورهای قدرتمند بزرگ حضور نداشتند، بلکه توسط نماینده های خود جنگ را رهبری می کردند. انگلیس ها نمی گذاشتند تا روسیه با آن سوی دریای آکسوس راه یابند. به همین منظور روسیه را از هند دور نگه می داشتند. تا دهه 4 نیمه قرن 19 رویکرد انگلیس ها غافلانه بود. آنها برای این عمل کرد دلایل زیادی داشتند. یکی از آن دلایل خاتمه بخشیدن حاکمیت آنها و
در مناطقی بود که در آن زمان افغانها در شرایط حساس قرار داشتند که می توانست تهدید جدی برای هند پنداشته شود. یک اطمینان دیگر که وجود داشت این بود تا برای حمله بر هند متجاوزین باید در نخست با امپراتوری سیکها مواجه گردند. آنان می خواستند که آرام آرام با پنجاب و بعدها با آسیای میانه در روابط تجارتی بپردازند، اما این حرف بیشتر جنبه عملی نداشت. برای اینکه از 2000 سال قبل به این سو کاروانیان با اموال خود از راه ابریشم به اروپا رفت و آمد داشتند. هدف انگلیس ها تنها ارتباطات تجارتی ساده نبود، بلکه آنان می خواستند با کاروانیان پرچم های خود را نیز حمل نمایند. تجارت و سیاست هر دو باید تحقق می پذیرفت. انگلیس ها پلان هایی داشتند که در این قسمت از عباسین هم مستفید شوند و به خاطر منافعشان ناگزیر بودند که اعماق بخش های مختلف این دریا را دریابند. الکساندر برنز برای تحکیم روابط انگلیس ها و رنجیت سنگ برگزیده شد و در این زمان او فقط 26 سال عمر داشت و از راه دریای عباسین با تعدادی از تحایف عازم پنجاب شد. او از هوش بالای برخوردار بود و یک شخص فرصت طلب نیز به شمار می رفت. برنز می دانست که چگونه در جای مهم و در وقت مهم حضور پیدا کند، ولی این ذکاوتش زمانی که از سوی افغان ها محاصره شده بود و تمام دسایسش آشکار شده بود هیچ دردی را برایش دوا نکرد. زمانی که برنز به پنجاب رسید، حاکم قدرتمند پنجاب رنجیت سنگ نگران نبود. او با وصف این همه حالات هنوز هم خرسند به نظر می رسید و دو ماه بعد از الکساندر برنز و همراهانش میزبانی کرد. در سال 1831 میلادی در گزارش خود چنین نوشته بود: طوری دیده می شود که پادشاهی رنجیت سنگ خاتمه می یابد. سینه هایش فرو رفته، کمرش خمیده و اندام هایش ضعیف شده است. او چنین می پنداشت شراب نوشی های بیش از حد او با دوستانش به وی فرصت نمی گذارد تا از مزایای زندگی بهره مند شود و به زندگی خود به خوبی ادامه دهد. اما چنین نشد. رنجیت سنگ 8 سال دیگر نیز عمر کرد. زمانی که الکساندر برنز برمیگشت، در مسیر راه در منطقه لودیانه انتظار کشید تا در آنجا با پادشاه تبعید شده افغان شاه شجاع دیدار نماید. در اینجا پیشبینی اطمینان بخش برنز نادرست ثابت میگردید. برنز بار دیگر به سمله آمد تا فرصت رهبری یک کاروان تجارتی در کابل را به دست بیاورد. این اولین سفر او به کابل بود. هرچند در مسیر راه حراس از راهزنان وجود داشت، اما او با بخت بلندش به سلامتی این مسیر را طی کرده و به کابل رسید. پس از آنکه الکساندر برنز در سال 1839 میلادی با گروهی به کابل رسید، در کابل از سوی امیر دوست محمد خان به گرمی مهمان نوازی شد.